در ساعت 11 صبح روز 20 اسفند 1324 اندیشمندی به نام احمد کسروی جان در راه اعتقاد داد. به جرم دفاع علمی و پافشاری بر عقیده، جلوی چشمان بازپرس و پرونده به قتل رسید. اتاق شعبه 7 بازپرسی دادسرای تهران واقع در طبقه 3 ضلع جنوب شرقی کاخ دادگستری میزبان یکی از مهمترین متفکرین اون روز ایران بود. احمد کسروی مدیر وقت روزنامه پرچم و نویسنده بیش از 70 کتاب به زبانهای فارسی و عربی به همراه منشی خود سید محمد تقی حدادپور مقابل بازپرس شعبه 7 آقای بلیغ نشسته بودن و به سوالاتش جواب میدادن. محمد تقی حدادپور جوان 24 ساله اهوازی پاکدین شده بود. کسروی معتقد بود دین زیستن بر آیین خرد است و کسانی که به این سبک و با دوری از اوهام و خرافات و نادانی ها پیش می رفتن رو پاکدین می نامیدن. حدادپور بعد از این تغییرات در اندیشه و زندگی با خانواده و برادرانش به مشکل خورده بود. حتی برادرانش یه شب با او درگیر شده بودن و او به ناچار برای حفظ جان اهواز رو به مقصد تهران ترک گفته. حدادپور در روز 20 اسفند به همراه کسروی در دادگاه حضور پیدا کرد. در هیچ جامعه آزادی نباید جای نویسنده توی دادگستری باشه. اما پای کسروی به خاطر مخالفت‌های صریح و بی‌وقفه‌اش با خرافات و بدآموزی‌های دینی و اجتماعی به این جلسه به ظاهر غیر علنی کشیده شد. دادگاهی برای پرونده کتاب‌های بدون پروانه. آخرین جلسه بازپرسی طولانی رسیده بود و کسروی حتما مشتاق خلاصی از شر این ماجرا و ادامه فعالیت‌های گسترده فکری و اجتماعی خودش بود. جلسه غیر علنی بود و اطلاعات برگزاری جلسه محرمانه، اما زاربین اطلاعات این جلسه را از قبل داشتند. بازپرس هنوز حکم تعقیب یا منع تعقیب را صادر نکرده بود که در اتاق باز شد و دو برادر به نامهای سید حسین و سید علی محمد امامی وارد شدند. روزنامه اطلاعات عصر همون روز بقیه ماجرا رو اینطور توصیف میکنه: یکی از جیب تپانچه‌ای درآورد و دیگری از بغل خنجری بیرون کشیده و هر دو در کمال فراغت بدون واهمه از جمعیتی که همیشه در این سمت از کاخ دادگستری وجود دارد به کار خود مشغول شدند. در برابر چشمان آقای بلیغ بازپرس تیری به زیر چانه آقای کسروی و تیر دیگری به پهلوی راست آقای حدادپور زدند و چند ضربه خنجر بر هر دو وارد ساختند. آقای بلیغ که شاهد این منظره هولانگیز بود از ترس قش کرد. احمد کسروی دقایقی بعد در سن 55 سالگی درگذشت تا یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ ایران صورت گرفته باشد. اگرچه ناظرین در اون موقع هرگز متوجه اهمیت تاریخی این اتفاق نبودن، اما کسروی که بود؟ چرا کشته شد و چرا باید کشته می شد؟ برای دریافت پاسخ این سوالات تا پایان این ویدیو در کنار ما باشید و اگر از مطالب کانال لذت بردید کانال ما رو دنبال کنید. سخنان ما بسیار ریشه دار است و هیچگاه با تپانچه از میان نخواهد رفت. این کلمات عقیده، باور و شالوده زندگی او بود. سید احمد حکم‌آبادی متولد 8 مهر 1269 در محله حکم‌آبار یا همون حکم‌آباد تبریز که بعدها نام کسروی رو برای خودش برگزید. تاریخ نگار، زبانشناس، پژوهشگر، حقوقدان و اندیشمند ایرانی بود. او پس از برکناری از ریاست عدلیه خوزستان علاوه بر کارهای پژوهشی وکیل دعاوی در تهران بود. او همچنین روزنامه‌ای به نام پرچم و مجله‌ای به نام پیمان منتشر کرد و همچنین بیش از 70 عنوان کتاب انتشار داد. جلال آل احمد درباره‌اش میگه: مردی بود صاحب نظر و کنجکاو که نه ریا کرد و نه دغل بود و نه همچون کنه به این روزگار نکبتی چسبید و تنها یک تاریخ مشروطش می ارزد به تمام محصول ادبی و تاریخی و تحقیقی دوره 20 ساله. او که سواد حوزوی داشت و پیش نماز و امام مسجد محل خودش بود به ملایی پرداخت
ولی خیلی زود از اون فاصله گرفت. در اوایل جوانی، زمانی که جنبش مشروطه به تبریز رسید، سخت به مشروطه دل بست و تمام فعالیت‌های خودش رو دنباله مشروطه می‌دونست. در سال 1298 به تهران رفت و حدود 12 سال در وزارت عدلیه مشغول به کار بود. بعد از حکمی که به سود گروهی کشاورز و به زیان دربار صادر کرد، از وزارتخانه بیرون اومد و به شغل وکالت مشغول شد. مدتی هم در دانشکده معقول و منقول تدریس کرد. از حدود سال 1308 بیش از هر چیز هوش و توان خودش رو صرف شناخت آلودگی های اجتماعی و گرفتاری های سیاسی و چاره اونها کرد. او با شتابی بیمانند الگوهای جامعه و پیروانش رو به نقد کشید و همه رو به مخالفان خودش تبدیل کرد. اما او فقط انتقاد نکرد، بلکه هر چیزی رو که ویران میکرد از نو میساخت. اندیشه های کسروی که زنجیروار به هم پیوسته بود، رفته رفته به صورت یک ایدئولوژی یا به قول خودش یک راه جامعه در اومد که پاک دینی نام گرفت. بعد از شهریور 1320 که فعالیت‌های سیاسی آزاد شد، کسروی و گروهش به نام حزب آزادگان که به جای کلمه عربی حزب واژه با حماد رو در نظر گرفته بودن، شکل رسمی تری گرفتن و فعالیتشون رو در تهران و شهرستان‌ها بیشتر کردن. در سال‌های پس از اون، دولت 13 تا از کتاباش رو بازداشت کرد و پروانه وکالتش رو هم ازش گرفت و سرانجام به اتهام توهین به اسلام و مقدسات به دستور رئیس مجلس و وزارت فرهنگ به دادگاه کشیده شد. اما چرا کسروی تبدیل به کسروی شد؟ چند اتفاق توی نوشته‌های خودش خیلی قابل توجه به نظر می‌رسه. اول جنبش مشروطه، دوم از بر کردن قرآن در 20 سالگی. خودش توی کتاب زندگانی من میگه این کار مرا واداشت تا به معنایی که از خود آیه ها برمی آید بپردازم و نخست تکانی که در اندیشه ها و باورهای من پدید آمد از این راه بود. سوم پیدا شدن ستاره دمدار حالی در سال 1290 و امثال این که ممکن از حوصله شما خارج باشه. از کتاب‌های کسروی میتونیم عدسه به صبر چه ربطی دارد، پندارها، حاجی‌های انباردار چه دینی دارند، شیخ قربان از نجف میآید، امروز چه باید کرد رو نام ببریم و به خصوص از کتاب‌های جنجالیش میتونیم صوفیگری، بهائیگری و از همه مهمتر شیعیگری با زیر عنوان بخوانند و داوری کنند رو نام ببریم. اما مهمترین واکنش به کسروی نه توی ایران که اونور مرزها و در نجف اتفاق افتاد. جوانی 19 ساله اهلی یکی از محلات جنوب تهران به نام خانی‌آباد راهی نجف شده بود. در سال 1322 نسخه عربی کتاب شیعیگری به دست علمای نجف رسید و موجب واکنش اونها شد. سید مجتبی میرلوهی، همون طلبه 19 ساله که از این به بعد نام نواب صفوی رو برای خودش انتخاب کرده بود، با دریافت فتوای ارتداد احمد کسروی و با نیت مقابله با او راهی ایران شد. در نوروز سال 1323 نامه ای از نجف به دست کسروی میرسه که اونو از دسیسه کشتنش آگاه میکنه، ولی او کسی نبود که از چنین خطرهایی بترسه یا از راهی که در پیش گرفته برگرده. کسروی در کتاب شیعه‌گری می نویسه شیعی ستمکاری جز یزید و ابن زیاد و شمر نشناسد. چنگیز که آن همه خونها ریخته، تیمور که آن کشتارها را کرده، صمد خان که آن بدنهادیها را نموده، هیچ یک به پایگاه یزید یا شمر یا ابن زیاد نرسیده است و نتوانستی رسید. جایگاه ستمگری را یزید و ابن زیاد گرفتند و جا برای دیگران باز نمانده است. پس از 1300 سال هنوز به یزید لعن می‌خوانند، ولی چنگیز و تیمور که آن همه خونها ریختند نامی از آنان در میان نمی‌باشد. نواب صفوی ابتدا با شرکت در جلسات کسروی سعی می‌کنه با مباحثه اون رو محکوم کنه، که این خاطره رو در کتاب یاران موافق
در یک گفتگوی به نام آیت اللهی با نام سید مرتضی مستجابی چاپ شده و از زبان ایشون با شیوه داشمشتیانه میخونیم. وقتی نجف بودیم با سید مجتبی نواب صفوی قرار گذاشتیم که بیایم تهران با احمد کسروی بحث کنیم. خلاصه اومدیم ایران تا با احمد کسروی و همینطور با آشیخ باقر کمرهی بحث کنیم. اطراف این شیخ رو کمونیستا گرفته بودن. روز اولی که برای بحث رفتیم کسروی هر ستای ما رو یه لغمه کرد. آخه آدم کار کرده و باسوادی بود، وکیلم بود، با همه اون حرارتی که نواب صفوی و ما داشتیم ما رو یه لغمه کرد. مجتبی میرلوهی به همراه تعدادی در روز 8 اردیبهشت 1324 اقدام به ترور ناموفق کسروی میکنن که شرح اون رو در ویدئوی کامل‌تر بعدی بیان خواهم کرد. پلیس در گزارش این ترور مدعی شد که حرکت نواب برای دفاع از خودش بود. کسروی اما ساکت نمی نشست و در گفتگو با روزنامه‌های وقت این ادعا رو به سخره کشید. نواب هم نه تنها از گرش قبلیش پاپس نکشید، بلکه در روز 10 اسفند بیانیه‌ای به نام خون و انتقام منتشر کرد که میشه اون رو به عنوان مانیفست بنیانگذاری جمعیت فداییان اسلام بدونیم. 10 روز بعد بود که برادران امامی به دستور نواب صفوی دست به ترور و حذف کسروی زدن. این اولین حرکت فداییان اسلام بود. قتل عبدالحسین هجیر، علی رزمارا و حسین علا از جمله فعالیت‌های سیاسی مبتنی بر عقاید مذهبی نواب صفوی و فداییان اسلام به شمار میره. امیدوارم که از ویدیو ما لذت برده باشید و ما رو دنبال کنید.